این قسمت دوم سلام، دوباره بذارید جوری بگم، قسمت دوم مقدمه‌ایه که در مورد ترجمه مقاله های فدرالیست یا The Federalist Papers میخوام در خدمتتون باشم. این راستی کتاب های مختلف رو دارم نشون میدم که بگم ما کتابی کسی رو نمیخوایم بفروشیم، فقط دارم میگم که جلدهای مختلف مقاله های فدرالیست هست، مقدمه های مختلف داره و اینا، بد نیست آدم همشون رو نگاه بکنه. خب حالا که کتاب ها رو نشونتون دادم اینجوری میذارم در خدمتتون هستم. خب به اینجا رسیدیم که این سه نفر مقاله 85 تا مقاله نوشتن، بیشترش آقای الکساندر همیلتون نوشت، بعدش آقای جیمز مدیسون، آقای جان جی هم 5-6 تاشو نوشت. اینا این قانون جدید آمریکا رو میخواستن به مردم شرح بدن که چرا مجبور شدن اینجوری بنویسن و مردم رو متقاعد بکنن که این قانون اساسی و این چتر جدید فدرالیست رو برای این 13 تا ایالت قبول بکنن. و من فکر میکنم، عقیده من، ما باید این دو کار بکنیم. یکی این که یک زبان مشترک برای دنیا قبول بکنیم، زبان دوم، زبان سوم، بستگی داره که خودمون چند تا زبان اول بلدیم. این زبان مشترک تمام مردم دنیا رو نزدیکتر به هم میکنه، یعنی آدم میتونه شادی و غمش رو با دیگران شریک بشه، اگر کاری بود که از دستش بر بیاد برای دیگران بکنه، تخصصی که داره در همه جای دنیا بتونه اینو ارائه بده. این مسئله مهمه و منم الان اول قرن 21 به نظر من این زبان انگلیسی آمریکایی، زبانی که انگلیسی تو کشورهای انگلیسی زبان صحبت میشه، این برای زبان مشترک خیلی خوبه و ما باید خودمون، فرزندان خودمون رو از نوجوانی با این زبان آشنا بکنیم که دیگه یواش یواش بزرگ شدن بر این زبان تسلط داشته باشه. و مرحله بعدیش اینه که ما این مقاله های فدرالیست رو میخونیم، اینا الفبای سیستم فدرالیزم آمریکاست که چجوری اینا اومدن با همدیگه گرویدن و کاراشون چه ایرادی داره، چه خوبی هایی داره، و ما بیایم تاریخ تمدن آمریکا رو و تاریخ رشد فدرالیزم رو توی آمریکا نگاه بکنیم، هم خوبشو، هم قسمت‌های کثیفشو، هم قسمت‌های عالیشو خوب در بر بگیریم، خوب نگاه بکنیم و یک روزی به امید پروردگار دو نسل، سه نسل دیگه بتونیم بیایم زیر یه الگوی فدرالیسم کشورهای دنیا رو، مردم دنیا رو متحد بکنیم. الان تمام انرژیمون میره به یا جنگ یا دشمنی، کینه توزی، نمیدونم ارتشمون رو قوی بکنیم که این کشور بهمون حمله نکنه، تمام انرژیمون داریم میندازیم به اینی که تو روی هم باستیم و دشمنی بکنیم. در صورتی که اصلا آینده جهان این چیز رو نمیتونه آینده جهان اگه ما اینطوری پیش بریم برفناست و ما بایستیم متحد بشیم. حالا همون جوری که تو قسمت اول این مقدمه گفتم، من یواش یواش که جلو میریم بیشتر راجع به این مسئله صحبت میکنم، ولی خواستم بگم که هدفم با امید پروردگار بعد از این که یک مقداری عقلمونو به کار انداختیم و یک مقداری این تاریکی رو از قلبمون رهوندیم، بایستیم متحد بشیم
و این الگوی فدرالیزم و این مقاله های فدرالیزم رو که دارم میخونم، طوری که گفتم الفبای اول فدرالیزم ها، چون وقتی تاریخ آمریکا رو میخونید میبینید همون جنوبی های آمریکا، چند تا ایالت جنوبی که توش بردهداری حسابی بود، اینا هم همین مقاله ها رو خوندن دیگه، منتها چون تیر دل و تیر چشم بودن فقط همینجوری منطقی کشیدن، به خاطر اینی که بردهداری رو نگه دارن همینجوری جلو رفتن تا جنگ داخلی شد و بزرگترین خونریزی تو همین آمریکایی ها خونه هم دیگر رو ریختن و کل آدم کشته شد، تا سیستم فدرالیزم یه جوونه جدیدی زد و یه رشد قشنگی شروع کردن و تا 100 سال طول کشید تا دو مرتبه شروع کنند به افریقای آمریکایی ها حداقل اجازه بدن حقوق اولیهشون رو یواش یواش به دست بیارن. من میگم تاریخ آمریکا رو به اندازه کافی خوندم و خودم هم الان 39 ساله تو آمریکا زندگی میکنم، تو اوکلاهامای آمریکا آدم ها رو دیدم، حساب هزیون فکر نمیکنم بگم، ولی امیدوارم در آینده ما بتونیم مردم دنیا دور هم جمع بشیم و زیر الگوی فدرالیسم، بعد اینکه این فدرالیسم آمریکا رو مطالعه کردیم، بشینیم ما هم یه الگوی جدیدی بدیم و متحد بشیم. فقط بذارید دو تا چیز کوچولو رو بهتون بگم که اگر یه وقتی همینجوری تو دلتون تو عقلتون میگه آقا بابا این طرف این هوشنگه یه ذره به مخش زده، ببینید من به اندازه کافی تو آمریکا بودم، اگر شما 60 سال پیش 50 سال پیش میرفتید هر جای آمریکا و از سفید پوستا میپرسیدید که یه روزی یه سیاهی میشه رئیس جمهورتون، 99.99% میخندیدن و گفتن برو بابا دیوونه شدی. خب 50-60 سال پیشه، حتی از خود سیاه‌پوستای آمریکا هم میپرسیدی، اونا یه طور دیگه بهت میگفتن دیوونه شدی، چون زمانه رو طوری میدیدن میگفتن نه بابا این سفیدا اجازه نمیدن. خب ما حالا آقای اوباما رو داشتیم توی به عنوان سمت کرسی رئیس جمهوری رو داشت. یه چیز دیگه هم بهتون بگم، روزایی که همین قانون اساسی رو نوشتن و ما میخواییم مطالعه بکنیم و مقاله های فدرالیست رو مطالعه بکنیم، اصل ششم قانون اساسی فدرال آمریکا میگه از کسی نپرسید دینش چیه، ربطی نداره، چون بیشتر ایالت های اون زمان شما باید مسیحی بودید و بیشترش هم باید پروتستان بودید به علاوه چیزهای دیگه که بتونید رأی بدید. ولی وقتی میخونید تمام این نوشته های ایالت های مختلف رو توی قوانین اساسی ایالت های مختلف، اصلا گفته بودن شما باید مسیحی باشید، بیشترش هم پروتستانت باشید. خب طوری بود که وقتی ایراد میگرفتن از این قانون اساسی فدرال آمریکا میگفتن یعنی شما دارید میگید یه روزی یهودی و کاتولیک و مسلمون و هندو و بودیست و اینا میگفتن انفدال بیدین، اینا هم یه روز بیان رأی بدن. ببینید یعنی اون زمان حتی حرف این نبود که بیان توی کرسی قدرتی چیزی بشن، نمایندهی بشن، ها گفتن حتی اینا نبست بتونن رأی بدن. الان با اجازتون همین الان توی دادگاه عالی آمریکا برای دفعه اول تمام قضات دادگاه عالی آمریکا کاتولیکن و یهودی، این یه چیزی که اصلا یه روزی به حتی به اونایی که قانون اساسی آمریکا رو نوشتن، حتی به اونایی که خیلی عاقل و دیربون بودن میخندیدن بهتون. پس دارم میگم که ما نسلهایی که داریم جلو میریم، مردم که آشنا میشن با شرایط دنیا و میدونن که ما الان در شرایطی هستیم که باید یه تصمیم درست حسابی برای آینده جهان بگیریم، اونا من فکر نمی کنم که
زیاد این فکر فدرالیسم و اتحاد در دنیا رو انتقاد بکنن، اینجوری که هوا داره عوض میشه و اینجوری که نمیدونم یه ویروسی یه دفعه یه جا میزنه بیرون. و من تو مقدمه انگلیسی این گفتم، وقتی ایالت نوهمشیر که چسب نیویورکه یه خبری رو خواستن سریع برسونن به شهر توی نیویورک، 3 روز این خبر طول کشید، نبش ایالت نیویورک. الان شما یه نفر یه ویروسی رو بگیره میتونه تو هواپیما بشینه ندونسته بره تمام قاره‌های دنیا مثلا کاسب باشه، این ویروس رو با خودش ببره، اصلا دنیای ما عوض شده. پس حالا یواش یواش بیشتر راجع به این مسائل صحبت میکنیم، فعلا با اجازه سرتون رو درد نمیارم، فقط میخواستم این مقدمه کوچیکی براتون بگم.